بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی جایگاه اسلام از منظر کتب آسمانی، خاصه تورات، زبور، انجیل و قرآن. در جلسات قبل توضیح دادیم در تورات سفر تکوین باب 17، سفر تثنیه باب 18 و زبور ترجمه عربی مزمور 71، ترجمه فارسی مزمور 72، انجیل یوحنا باب 1، 14، 15 و 16. مسئله اسلام، پیغمبر آخر الزمان مطرح شده و قرآن کریم هم از خبر دادن اونها اطلاع داده که انبیای سابق من پیغمبر اسلام را تایید فرمودند. امروز به یک نکته بسیار مهم اشاره می کنم و تکرار می کنم، مخاطب اصلی ما در این سلسله از مباحث آقایان یهودیان متدین و مسیحیان متدین هست. کوشش میکنم تصویر دقیق و درستی از اسلام ارائه بدم، واسطه باعث نشود چهره اسلام عوضی شناخته بشه. امروز متاسفانه علی رغم زیادی رسانه، زیادی اظهار نظرم هست، چهره واقعی اسلام را اجازه نمیدهند ما معرفی کنیم. موانع زیاده، یعنی به تعداد صاحبان نظر اظهار نظر میشه. اسلام عرض کردیم از آدم شروع شده، در پیغمبر اسلام تمام شده. کل ادیان اسلامه. چون کل ادیان اسلامه، هر مقطع از اسلام، از اسلام ما هست، منتها آغاز ماست. تورات بخش اول، بخش میانی اسلامه. صحیفه شیس و ادریس و نوح بخش اوائل اسلامه. اسلام رسول خدا صلوات الله و سلام علیه اسلام قسمت پایانه، آخر اسلام هاست. پس یک واحد هستیم، یهود، نصارا، مسلمان، اعضای یک تنه اند. همه تابع انبیای هستند، همه آل ابراهیمند. حضرت موسی نوه 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 حضرت ابراهیمه. حضرت عیسی از نوادگان دختری حضرت ابراهیمه. حضرت اسماعیل و قیدار و پیغمبر اسلام از نوادگان حضرت، از فرزندان حضرت ابراهیمن. پس انبیا همشون، ادیان همشون یک واحدن، دارای امتداد زمانی. یک شکل مخروط هندسی را در نظر بگیریم، یک هرم را. اولش مال آخرشه، قاعده مال اولشه، وسط این مخروط هم مال اول هم مال پایینه، هم مال قاعده است هم مال رأس مخروطه. اسلام قاعده مخروطه. دین حضرت موسی و عیسی وسط مخروطه. دین حضرت آدم و شیس و ادریس و نوح و ابراهیم قسمت بالای اسلامه. همه یک واحد بودیم. اسلام میفرماید هیچ کس به اندازه یهودیان قبل از اسلام به اسلام خدمت نکرده اند. از همه عالم به اسلام خدمت کننده تر یهودیان بودند. چرا؟ چون فقط یهودیان میگفتند پیغمبری خواهد آمد،
فقط یهودیان میگفتند در یسر پایتخت اون پیغمبره. این یهودیان عبدالله ابن حیبان ها بودن، از فلسطین آمدن یثرب ساکن شدن به امید اینکه پیغمبر اینجا مبعوث خواهد شد از آل ابراهیم. بنابراین ما قدر یهود را میدانیم که قبل از اسلام قرآن ما تأکید کرده در سوره مبارکه بقره و چند آیه و سوره دیگر فرموده است که یهودیان بوده اند در کره زمین، فقط از من پیغمبر اسلام به مردم اطلاع میدادند، به دشمنانشان هشدار میدادند پیغمبری ظهور خواهد کرد، ما از او اطاعت میکنیم و بر شما پیروز میشیم. یستفتحون، این آیه قرآنه، جمله قرآنه. متاسفانه اسلام که ظهور کرد، یهودیان دیدن پیغمبر اسلام از بنی اسرائیل نیست، شروع کردن به مخالفت. اسلام گفت من از آل ابراهیمم، پیغمبر گفت من از آل ابراهیمم، موسی هم از آل ابراهیمه، پسر عمو هستیم. گفتن نه، به ما یهودیان گفته شده غیر از نسل داوود و بنی اسرائیل، غیر از نسل حضرت یعقوب و داوود احدی نمیتواند پیغمبر بشه، در حالی که در همین تورات تحریف شده هم اون آیه خوشبختانه الان هست، آیه 20، البته از آیه 16 به بعد در سفر تکوین باب 17 میگه پیغمبری خواهد آمد، معد معد، بعض جاها تاب تاب، از نوادگان اسماعیل، 12 رئیس همراه اوست که 12 امام شیعه است. خب این متن توراته، با وجود اینکه از آنها خواسته از یهود که اطاعت کنن، اطاعت نکردن. دلیل اطاعت نکردن یهود از اسلام این بود، چرا پیغمبر اسلام از نسل داوود نباشه؟ مگر چه فرق میکنه؟ حضرت داوود علیه السلام هم آل ابراهیمه، پیغمبر اسلام هم آل ابراهیمه. بنابراین اساس گرفتاری بشر امروز، اختلاف بین یهود و مسلمین، اختلاف بین نصارا و مسلمین، عامل اساسی یهودیان بودن. یهودیان قبل از ظهور پیغمبر اسلام همه خدمت کردن، چون پیغمبر اسلام را معرفی کرده بودن، و یهودیان به خاطر اینکه پیغمبر اسلام در یثرب و حجازه از فلسطین زیبا، از فلسطین آباد آمدن یک منطقه لم یزرع و کویری، به خاطر اینکه پیغمبر اسلامی اونجا ظهور خواهد کرد، به این دلیل آمده بودن. همین که پیغمبر اسلام معلوم شد از نوادگان اسماعیل، از نوادگان اسرائیل نیست، آقایان دشمن شدن. این گناه اسلام نبوده، اسلام با محبت با آنها برخورد کرده. شما نگاه کنید در کتاب بهار مال علامه مجلسی، جلد مربوط به تاریخ پیغمبر، تمام کلمات پیغمبر اینطوریه: یا اخل یهودی، یا اخل یهودی، ای برادر یهودی، ای برادر یهودی. خطاب پیغمبر به یهود برادرانه بوده، ولی اونها آمدن بر خلاف نسل تورات، بر ضد پیغمبر اقدام کردن. خب طبیعی بود که پیغمبر هم از خودش دفاع کرد. انتظار دارم انشاءالله بینندگان عزیز، تورات و زبور و انجیل، اون آیاتی که گفتم، کتاب ها و باب ها را گفتم، مطالعه بفرمایند تا بدانند اسلام برای تأیید اونها آمده بود. یهود و نصارا بخش میانی اسلام بزرگ هست، لذا ما از اونها جدا نمی شدیم، اونها از ما جدا شدند. ولا حول ولا قوة الا بالله.